تنسی که برتان میخونم ایره تقدیم میکنم به بانوان نازنین وطنم، به کسایی که واقعا دوستشان دارم و تنها هستند با خود و تنها نیستند چون ما با اونا هستیم. طالب رسیده باز که قربانیت کند، یا کنج خانه برده و زندانیت کند. طالب رسیده باز بر رسم سیاه خود تا در طلوع فاجعه مهمانیت کند. کیبل به دست و پا و به فرق و سرت زند، درد و عذاب و اشک فراوانیت کند. خواهد تو را به کنج قفس چاند و سپس مشغول پخت شلغم و بولانیت کند. بانوی باغ عشق و دریای معرفت دیگر قبول نیست بیابانیت کند. عاشق بشو، عاشق بشو، ترانه بخوان، زندگی بکن، لعنت به آن که رابعه ثانیت کند. گنج صداقت و جهان سعادتی ننگ است ارزعت به دو افغانیت کند. دست دعا بلند کنم سوی آسمان تا خالق بزرگ نگهبانیت کند. دیگر کسی اجازه ندارد با حکم خیش توهین بروی کوچه و میدانیت کند. ما با توی خواهرم و مادر گلم، دیگر قبول نیست که زندانیت کند. تشکر. لطف کردین. ما فقط میخواییم یک چیز بگویم که امروز مردم افغانستان زیادتر به چیزهای ضرورت دارند که اونا را خوب و زودتر ببینند. متاسفانه بی‌سوادی زیاد است. میتونیم از طریق کارتون با اونا بفهمانیم که ما چی میگیم. میتونیم از طریق طنز بر اونا بفهمانیم که بدبختی های شما در کجاست، که هم خنده داشته باشه و هم تلخی و بدبختی را احساس کنند. ما امیدوار هستم که هر کس که در خارج از افغانستان است، در هر جای دنیا که است، هر کاری که است، میتونه که با کار خود، با قلم خود، با دست خود که چیزی میسازه به مردم افغانستان کمک کنه. چوب نباشین، خاموش نباشین، بخیزین و به مردم تام که در تاریکی زندگی میکنه کمک کنید. تشکر. امروز اگر خانم شکردخ جعفری موفق به ابداع وسیله برای درمان سرطان شده است، دلیلش این است که فرصت برایش مساعد شده. پس اگر به خانم ها در افغانستان فرصت داده شود، میتوانن کارهای چشمگیر انجام دهند. باید فراموش نکنیم که زنان افغانستان سابقه طولانی در سیاست و اجتماع دارند. متاسفانه در حال حاضر افغانستان در شرایط بسیار ناگوار زندگی میکند. بسیاری از امکانات و حقوق ابتدایی خود را از دست داده اند، اما تلاش، استقامت و شجاعتشان هنوز پابرجاست. با امید فردایی که هیچ دختری از مکتب باز نماند، با امید فردایی که حقوق هیچ زن پایمال نشود، با امید یک جامعه برابر، آگاه و آباد. تا برنامه دیگر، بدرود.